با درود، من کیارش احفاد هستم از سفارت مجازی تهران. به یکی دیگر از سلسله برنامه‌های گفتگو با نامداران خوش آمدید. امروز بسیار خوشحال هستیم که دکتر سروش سروشیان، استاد برجسته دانشگاه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا ایرواین یا همون UC ایرواین هستند. آقای دکتر سروشیان در زمینه‌های گوناگون از جمله مدیریت آب تخصص دارند. آقای دکتر، به برنامه گفتگو با نامداران خوش آمدید. آقای دکتر، بعد از اینکه ما اعلام کردیم شما مهمان برنامه ما خواهید بود، پرسش‌های بسیاری دریافت کردیم. اما پیش از اینکه به این پرسش‌ها بپردازیم، لطف می‌کنید به ما بگید که تخصص اصلی شما چیه؟ به عبارت دیگه لطف کنید رشته خودتون رو به زبان ساده برای بینندگان ما که ممکنه اصلاً در این مورد چیزی ندونن توضیح بدید. با درود به هموطنان و دوستانی که برنامه رو می‌بینن، من سروش سروشیان هستم. در کرمان زاده شدم در 1327 که بشه 1948 میلادی. بعد از تحصیلاتم در شهر کرمان در دبیرستان ایران شهر که متعلق به زرتشتیان کرمان بود، خودم هم البته با بکراندم زرتشتی هستم، اونجا تحصیلاتم رو تموم کردم و مستقیم دیگه اومدم آمریکا. در دسامبر 13 1966 وارد آمریکا شدم. بعد از 6 ماه انگلیسی در واشنگتن دی سی اومدم به کالیفرنیا. لیسانسم در مکانیکال انجینیرینگ از کالپالی سن لوئیس اوبیسپو در سنترال پارت کالیفرنیا گرفتم. بعد UCLA فوق لیسانس دکترام اونجا تکمیل کردم در رشته مهندسی سیستمز انجینیرینگ، که البته دانشگاه‌های ایران هم مثل شریف و بقیه همین رشته ها رو دارن. یه سری از همکلاسان اون زمان خود من برگشتن به ایران، تو اونجا کار میکنن. بعد تخصصم در قسمت دکترام تو قسمت هیدرولوژی بود، یعنی از طریقه های ریاضیاتی که در سیستمز انجینیرینگ UCLA یاد گرفتم، روی پروژه با یه استادی به اسم جان دریکوب که خدا نگهدارش باشه و زنده باشه، منو اینوالو کرد به اون پروژه. و با هواشناسی آمریکا یه سری طریقه‌های ریاضی که من سیستم یاد گرفتم پیاده کردیم برای کامل کردن مدل‌های پیشبینی سیلاب، که خب مسئله مهمیه، مثلا اون موقع در آمریکا بود، الان در مرحله جهانی اهمیت داره. کار من شروع شد که البته توی این 30 سال گذشتم در بیشتر کارهای دانشگاهی بودم. 20 سال در دانشگاه آریزونا در شهر توسان و از 2003 که الان 11 سال باشه برگشتم دوباره به کالیفرنیا، در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین هستم. روزها مشکل خشکسالی در ایالت کالیفرنیا، جایی که شما توش زندگی میکنین، به یک موزل تبدیل شده، به حدی که هفته گذشته فرماندار ایالت دستورالعمل لازم الاجرایی صادر کرد که صرف جویی تو مصرف آب رو برای ساکنین این ایالت اجباری میکنه. ساکنین شهرهای مختلف ایران هم با مشکل کمبود آب ناآشنا نیستن. میشه کمی در مورد نقاط مشترک یا متفاوت‌های خشکسالی تو ایران و کالیفرنیا و دلایل اون برای بینندگان ما توضیح بدین؟ با کمال میل. البته این مسئله های خورده پیچیده هسته و اگر آدم به طور کلی درکشون میکرد، خب شاید آینده رو بهتر میدید و میتونست آمادگی بهتری برای مبارزه یا حداقل چطوری با جنبه های خوشسالی روبرو بشه. چیزی که مسلم هسته، با تغییر گرمی کره زمین که در 100 سال گذشته تقریبا تا اندازه‌ای ثابت شده از نظر درجه حرارتی، خب حرارت باعث میشه آب از اقیانوس یا از هر جا که هسته تبخیر بشه بره به هوا با گرما، و به این علت قسمتی که ما توش کار میکنیم که هیدرولوژیک سایکل باشه یا سیکل آب کره زمین هسته، مسلما تقویت شده و مقدار چیزایی که ما بگیم اکستریمز، که دو جنبه، یایی که خشکسالی های شدید یا بارندگی های شدید، در بعضی مناطق دنیا رو به افزایش هسته. خشکسالی هایی که الان میبینیم شاید از در تاریخ چیز غیر ممکنی
نبوده باشه، یعنی اتفاق افتاده، که البته امیدوارم که چند تا سلایدی که بعدا من خدمتون ارائه میکنم نشون میده که از طریقه های پیلیو هیدرولوژی که میتونن از رکوردهای مثل نمک های دریاچه های خشک یا از شماره کردن حلقه های مختلف درخت کهنی که هزارها سال بوده تشخیص بدن چه سالهایی خوش بوده چه سالهایی نسبتا بارندگی بیشتر بوده، و نشون میده در منطقه آمریکا، چه در مرکز آمریکا چه در قسمت غربی آمریکا که کالیفرنیا و آریزونا و مناطق نیمه خشکی که نسبتا شباهت زیادی هم با ایران داره، در 2000 سال گذشته مواردی بوده که از طولانی تقریبا 200 سال بوده که خشکسالی های شدید وجود داشته. حالا خب البته جمعیت اون زمان مثلا 800 سال پیش تا به حال که خب قابل مقایسه نیست، الان خب فشار جمعیتی برای ما بیشتر زیاد شده. کالیفرنیا وقتی که سالی که من اومده بودم اینجا به عنوان دانشجو، حالا درست آمارم شاید اشتباه باشه، ولی فکر کنم بیشتر از 17-18 میلیون جمعیت نداشت، الان نزدیک 30-40 میلیون جمعیتشه. خب با فشارهایی که از نظر اجتماعی و احتیاجات مردمی هسته، خب آب بالا رفته، و همین علته که خب توجه به مسائل خشکسالی اینا خیلی بیشتر شده. البته جالبه تا یه اندازه ای هم تصمیمی که فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفت که یه سری جیره بندی کنن آب برای شهرها اینا، بقیده شخصی من یه خود جنبه سیاسی هم داره. علت اصلیش هم اینه که دقیقاً شاید 70% 80% آب توی این ایالت برای کشاورزی استفاده میشه. تقریباً هر شاید از 10 تا کله به اصطلاح کاهوی که در سوپرمارکت های شما در اونجا پیدا میشه، شاید 8 تا یا 9 تاشون از کالیفرنیا میاد، منطقه مرکزی کالیفرنیا است. پس در واقع آب کشاورزا به هیچ صورت کم نشده، مصرف آب اونا همینطوری مونده. سیاستی که فرماندار استفاده کرده به علت اینه که خب مردم تو شهرها زندگی میکنن، مردم هن که رأی میدن که آیا در آینده ما بهتر بیشتر سدسازی کنیم، بیشتر مخزنهای آب درست کنیم که بتونیم برای مواردی که طولانی تر از یکی دو سه سال خشکسالی هسته چطوری روبرو بشیم. پس رأی مردم احتیاج داره برای این کارا، برای همین اومدن و شرایط برای شهر رو مشکل کردن که مردم یادشون نره که امسال بارندگی تموم شد، دوباره سال بعد یه سال تری بود، بگن خب دیگه خشکسالی تموم شد، نباید ناراحتش باشیم. در واقع این مسائل خیلی بغرنج و پیچیده هسته. حالا ارتباطش با ایران از نظر مدل‌های ریاضی که نشون میدن اقلیم کره زمین عوض میشه، متاسفانه این مدل‌ها هیچ کدومشون کامل نیستن. اگر شما آدم خوشبینی بشین، میتونین یکی از مدل‌هایی که مثلا در یکی از مراکز مدل سازی ریاضی برای پیش بینی هوا و تغییرات هوا رو اندازه مدل میکنن، یکی پیدا کنین نشون بده که مثلا کالیفرنیا در 100 سال آینده رو به بهشت برین و سرسبز خواهد بود. بعضی هم میبینین که نشون میده درست برعکسشو. در موقعیت ایران هم همین اتفاق میفته. مدلار که نگاه کنین که در آخرین گروپ مدلای اقلیمی که برای IPCC 5 استفاده شده، بعضی هاش نشون میده بعضی مناطق ایران رو به مرتوب شدن شده، بعضی هاشون میشه رو به خوش شدن هسته. پس بهشون متاسفانه نمیتونیم اطمینان کنیم. خوشسالی کالیفرنیا هم چیز غیر عادی نیست، فقط اینکه توجه الان بیشتر روش هسته و خود امیدواریم همین توجه باعث بشه که تحقیقات و آمادگی مردم برای به روبرو شدن با این مسائل رو به پیشرفت باشه. مسائل ایران هم خوشسالیش یه کنفرانس جدیدی بود که ما در اصفهان داشتیم در ماه ژانویه، و یه مقداری از آماری که ما از طریقای ماهواره‌ای بارندگی سطح کره زمین و
مرکز من درست میکنه که اسم سیستمش هم هست Persian System، البته دو تا N آخرش داره چون مدلی که استفاده میکنیم Artificial Neural Network هسته که در سطح دنیایی هم آمار اون استفاده میشه و حتی یه اپلیکیشن هم براش داریم که مردم میتونن دانلود کنن روی آیفونشون یا اندروید دیوایس هاشون که بارندگی کره زمین رو در 72 ساعت گذشته تو 3 ساعت، تو 6 ساعت، تو 12 ساعت میتونن خودشون ببینن. با این مدل ها که ما کار کردیم برای 35 سال آمار کره زمین و بارندگی شد در به صورت رزولوشن روزانه و 25 کیلومتر تمام کره زمین تقسیم کردیم، از مدل ها از ماهواران مختلف استفاده کردیم و باران روزانه برای 33 سال و که کار تز یکی از دانشجوهای دکترای من که تازگی ها تموم کرده به اسم دکتر حامد آشوری اهل اصفهان، ما نشون دادیم که در منطقه ایران مثلا اصفهان و منطقه آزاینده رود و اینا خوشسالی ما یه چیز غیر عادی نبوده، یعنی جزو سیکل متوسطی است که در از چیزهای جنبه های اقلیمی دیده میشه. باز همون حالتی که اینجا توجه زیاد شده که الان 3 سال خوشسالی شدید و آب کم هسته، ایران هم این مسائل داریم، ولی خب هر جا چه آمریکاش باشه چه ایران باشه یه مقدارش مسئله مدیریت آب هسته که متاسفانه باعث میشه مسائل رو خیلی مشکلتر انجام بکنه. اگه بخوام خلاصش کنم، مدلای ریاضی به ما نمیتونن آینده رو به اون صورت خوب بگن، ولی چیزی که ما میدونیم با زیاد شدن جمعیت، با فشار روی آب، آدم بایستی طریقهای مختلف رو در نظر بگیره و همیشه فکر نکنه که طبیعت با ما خیلی دوستانه عمل خواهد کرد و با دوستانه عمل نکردنش ما باید مقابل بشیم. آقای دکتر، راه حلی برای بحران دریاچه ارومیه وجود داره؟ آقای کیارش، اتفاقا یکی از علت سفر من تو ماه ژانویه به ایران صحبت سر مسائل ارومیه است. البته ارومیه توجه خاصی برای خودش گرفته، چه از نظر بین المللی، چه از نظر خود رؤسا و مدیران ایران. کمیته آقای مهندس کلانتری درست شده، چند تا از دوستان دکتر تجریشی، دکتر عرب که من باشون سالها رابطه داشتم و کار میکنم، توی مسائل خیلی دارن فعالیت میکنن که طریقهای مختلف برای راه حل پیدا کنن. البته کارهایی که ما میکنیم با طبیعت هم وقت موقعی با ما همکاری نکنه و بارندگی و اینا نباشه، دوتاش دست به هم داده و باعث شده که دریاچه ارومیه به حالت فعلیش در اومده، که البته باز یه انیمیشن کوچیک هسته که ایشالا شما در برنامه بذارین که آقای فو اینجا تهیه کرده که نشون میده از 1983 تا اقلا 2012 چطوری وضع دریاچه کوچیک شده. البته تنها اون دریاچه نیست، ارال سی هم در هسته در سنترال ایژیا هسته، اوونز لیک در کالیفرنیا هسته، ما از این مسائل در چین خیلی این مسائل هسته. البته اون طرف ایران هم که ببینید سیستان و بلوچستان، ما متاسفانه دریاچه هامون داریم که مسائلش فرق میکنه. راه حل آقای کیارش، اینا بیشترش فکر کنم اول آدم با جنبه مدیریت در نظر بگیره که چطوری میتونه آدم با این مسائل بهتر روبرو بشه. آدم طبیعتی که آبهای زیرزمینی مثلا منطقه ایرانو هزارها سال طول کشیده که این منابع پر شده، اون موقع پمپ برقی و پمپ موتوری که نبوده، ما در ظرف 50-60 سال گذشته خب تونستیم این وسایل استفاده کنیم، ولی متاسفانه وقتی که آبی که زیر زمین اون نمیبینین، شما نمیدونین تا چه اندازه هم دارین بهره برداری میکنین. من که در شهر توسان آریزونا زندگی میکردم تا 10 سال گذشته، الانم پسرم آرمین اونجا زندگی میکنه،
این شهر تمام آب شربش و مصرف شهر 500 هزار نفری رو از آبهای زیرزمینی میکشید، به طوری که سطح آب زیرزمینی شهر حدود 30-40 متر، شاید بیشتر در بعضی مناطقش پایین رفت. دیدن اینجوری مسئله به قول آمریکایی‌ها سستینبل نیست. برای همینی که تقریبا تمام آبهای زیرزمینی رو برداشتن و مصرفش رو وایسوندن و یه مقدار آبی که از رودخونه کورادو دارن میارن که آبش نمکش خیلی بیشتر از آب زیرزمینی هست، تصفیه میکنن و اینو به آبهای زیرزمینی اینجکت میکنن، به سوزنی میزنن توی، برعکسش کردن که این سطح آب در زیرزمینی رو بیارن بالا. آب شهر زیر شهر توسان از طریق علمی آدم میتونه از نظر کمیستری یا آیسوتوپ انالیسیس بفهمه چند سال عمرشه. حد متوسط آبهای زیرزمینی شهر توسان 5000 سال بوده. خب شما در نظر بگیرید در 100 در کمتر از 100 سال، 50 60 سال شما مقدار زیادی از این آب استفاده کردید. این مسئله در تمام مناطق ایران، در تمام مناطق دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه. خود کالیفرنیا هم همین اشکال داره و برای همینی که منیجمنت آبها چه سطحی باشه چه زیر زمینی باشه یه مسئله است که باید با هم دیده بشه و باید باش روبرو شد. یه مقدارش کنترل هسته، یه مقدارش مسئله کشت هسته، یه مقدارش مسئله که آب را از یه منطقه که فکر میکنین زیاد دارین میبرین به یه منطقه دیگه که این مسئله در زاینده رود هسته. و امیدوارم که با فعالیتی که دوستان انجام میدن و کمیته آقای کنانتری که واقعا من بهش خیلی اطمینان دارم که مسئله خوب دارن بررسی میکنن، تقریبا 400 خورده ای دکتر عرب و تجریشی من گفتن روی مسئله دارن کار میکنن، متخصصین که طریقهای مختلف رو پیشبینی کنن چطوری. حالا یه سری هم پیشنهاد میکنم آب از بحر خزر بیاریم یا از خلیج فارس بیاریم. حالا اینا مسئله به اون صورت حل نمیکنه. اولا خیلی پول بسیار زیادی باید صرفش کرد. آب بایستی بیارین از ارتفاعات بالا بیارین و از نظر ایکولوژی هم کمکی نمیکنه. متاسفانه نمیدونین در آینده چه تاثیرات منفی داره. پس بهتره که آدم طبیعت رو تا یه اندازه به بالانس بذاره و امیدوارم که این مسائل پیش بیاد و بتونم بگم یه گروه 10 نفر از اساتید و متخصصین ایرانی به دعوت یه پروژه‌ای که خوشبختانه استیت دپارتمنت وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان people to people exchange به من دادن که باعث بشه که یه سری از ایران بیان اینجا و تجربیاتی که کالیفرنیا داشته با دریاچه‌هاش از نزدیک ببینن، که امیدواریم که این گروه 10 نفر در اواسط جون وارد اینجا میشن و یکی از دوستان با جهانگیری که خودش مال ارومیه هسته، فرخ جهانگیری، تمام وقتش والنتیر کرده، داری برنامه رو درست میکنه، با ما همکاری میکنه که دوستان رو ببریم جای مختلف ببینن، که امیدواریم این تجربیات اینجا یه مقداری مسئله رو روشنتر کنه که چقدر طول کشید اینجا تا این پروسس دریاچه ها کوچیک شدن رو ریورس کردن که الان خب تا اندازه استیبل شده. اینیه که خلاصه شما دونسته باشید.